در این آموزش قصد داریم با دو معیار کجی و کشیدگی در نرم افزار مطلب آشنا بشیم. دو دستور وجود دارند در نرم افزار مطلب با نام اسکیونس و کورتوسیس که متناظر هستند با مومانهای مرتبه سوم و چهارم که میتونن برای ما کشیدگی و کجی مربوط به داده ها رو مشخص کنند. فرض کنید که ما داده هایی داریم که با استفاده از دستور رند ان برای ما تولید شدن و تعدادشون هم مثلا 10,000 باشه در یک ستون. ما داده ها رو داریم، میتونیم داده ها رو با استفاده از دستور هیستوگرام مربوط به اونها رو رسم کنیم. ما دستور هیست رو استفاده میکنیم، میبینیم که داده ها داره یک توزیع نرمال هستن. برای اینکه تعداد بین ها بیشتر بشه، تعداد بین ها رو به عنوان پارامتر دوم دستور هیست وارد میکنیم. میبینیم که داده هامون شکل توزیع نرمالی دارن و به سمت چپ و یا سمت راست کشیده نشدن. یعنی در واقع اگر داده ها به این سمت کشیده میشدن، به سمت چپ کشیده میشدن، معیار کجی اون مثبت خواهد بود، و در صورتی که به سمت راست کشیده بشن داده ها، معیار کجی اون منفی خواهد بود. برای این منظور ما برای اینکه داده هایی داشته باشیم که معیار کجی رو داشته باشن، میتونیم داده هامون رو تغییر بدیم. اما قبل از اینکه اونها رو تغییر بدیم، انتظار داریم که کجی مربوط به داده ها به صورت صفر باشه. برای این منظور میتونیم اسکیونس R رو محاسبه کنیم. میبینیم مقداری که برای اسکیونس برمیگردونه مقداری نزدیک به صفر است، اما خب مقداری هم کجی به سمت چپ در بین داده ها وجود داره. برای این منظور هستش که معیار کجیش مقداری مثبت بود. حالا ما میایم داده هامون رو تغییر میدیم، یعنی میایم یک کاری میکنیم که کجی مربوط به داده ها از شکل نرمال خارج بشه. R به علاوه SQRT پرانتز باز ABS مربوط به R وارد میکنیم و حالا میایم هیستوگرام مربوط به داده ها رو به دست میاریم با 100 تا بین برامون نمایشش بده. میبینیم که هیستوگرام داده ها به این صورت تبدیل شد. اگر داده ها رو بخوایم کجی اون یا اسکیونسش رو محاسبه کنیم، انتظار داریم که اسکیونس این داده ها عدد مثبتی باشه، چون گفتیم که اسکیونس در صورتی مثبته که کجی به سمت چپ باشه یا به عبارتی فراوانی بیشتری از داده ها در سمت چپ باشه، و در صورتی مقدارش منفیه که اسکیونس به سمت راست یا کجی به سمت راست باشه. خب ما الان اسکیونس رو محاسبه میکنیم، انتظار داریم که عددی که برمیگردونه عدد مثبتی باشه. اسکیونس R اینتر میزنیم، میبینیم که عدد مثبت نمایش داده شده، 1 و خورده‌ای به عنوان کجی برگردونده شده. معیار دیگه ای که در نرم افزار مطلب وجود داره برای محاسبه کردن مومان مرتبه 4 یا کورتوسیس و یا به عبارتی کشیدگی، دستور کورتوسیس هست که ما میتونیم تایپ بکنیم کورتوسیس پرانتز باز داده های R و اینتر بزنیم، عددی رو به عنوان کورتوسیس برای ما برمیگردونه. در واقع کشیدگی معیاری هست که میزان قله‌ای بودن یک مجموعه از داده ها رو مشخص میکنه. هر چقدر داده های ما شکل قله‌ای تری داشته باشن، معیار کورتوسیس بالاتری داره، و هر چقدر شکل پهن‌تری داشته باشن و یا به عبارتی قله ها نکتیز نباشن، معیار کورتوسیس کمتر میشه. بنابراین ما در این آموزش با دو دستور اسکیونس و کورتوسیس برای محاسبه کردن مومانهای مرتبه سوم و چهارم در نرم افزار مطلب آشنا شدیم.